و آقای صفیزاده زیر آوار موند. آقای صفیزاده رئیس ایستگاهی بود که به خاطر بیکفایتی اشخاصی مثل پیمان نیکبخت، داوری، مدیر عاملی که از حتی یک سلوله و یک لوله آتش نشانی سر در نمیاده، مدیر عاملی که فقط به خاطر ریش و پشم مدیر عامل سازمان آتش نشانی شده، سازمانی که امنیت کشور رو تأمین میکنه، ولی مهم نیست، مهم اینه که ریش داری، پشم داری، بو گند میدی، وقتی جوراباتو در میاری بو گلاب و بو جوراب میپیچید کل سازمان، و وقتی که میای توی ایستگاه میخوای بازرسی کنی بچه ها خسته و کوفته از حریق برگشتن و فقط به آن کارد تخت بچه ها کلید میکنی. چرا؟ چون بیشوری، چون بلد نیستی. من امید دادور، کارمند سابق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، از سن 18 سالگی توی سازمان خدمت کردم و به خاطر بیکفایتی و بیشوری تمامی مسئولین از جمله آقای بیگی مدیر عامل وقت آن اون زمان بود، محمد بیات، تیموری که تماماً چاپیدن و بردن، اضافه کاری بچه ها رو نمیدادن، دو ماه سه ماه باش تیراهن میخریدید میبردید میفروختید سود میکردید بعد حقوق بچه ها رو میدادید. آقای تیموری چقدر پمپ آب خریدی و چقدر روش خوردی. آقای پیمان نیکبخت تمام این فاجعه ای که تو ساختمون پلاسکو رخ داده مسبب شمایی. این بچه هایی که رفتن زیر آوار خوابیدن، پیمان نیکبخت، این همون بچه هایی بودند که شما به خاطر اینکه بچه ها رفته بودن جلوی وزارت کار شکایت کردن، اعتراض کرده بودن که یکم حقوقشون زیاد بکنید. شما همین بچه هایی که الان زیر آوار خوابیدند رو برداشتی توبیخ کردید، اسم تک تکشون جلوی وزارت کار نوشتید و آوردینشون توبیخشون کردید جلوی اداره مرکزی، همشون وادار کردید باغچه های اداره مرکزی رو بیل بزنن. ایشون هم این عکسشه، دارم عکسشو براتون میارم که قیافه اینو ببینید. ایشون پیمان نیکبخت مدیر عامل معاون مدیر عامل هستن. ایشون کسی هستن که همکار پدر من بوده، پدر من هم آتش‌نشان بوده و هم دوره خیلی جدیدتر از پدر منه، ولی منو ایشون استخدام کرده. ایشون تمام بچه هایی که تو این چند سال بنشون قطع شده ایشون کرده، با آقای داوری، با مدیر عامل بیشور که هر ماه یه دونه چوپون میارن تو اداره. ایشون هم من فکر نمی کردم اینقدر چوپون باشه، رفته تو انگلیس دوره دیده و میدونه که ساختمونی که سال 1341 ساخته شده و در اثر دادن آب از دو تا مانیتور از طبقه بالا دیگه احتیاج نداره نیرو رو از تو بفرستی لوله کشی کنی، ساختمونی که 610 واحده 17 طبقه است، کم کم 80 تا نیرو میخواد، 40 تا نیرو از یه بر فرستادی و 10 تا نیرو از طرف شرقی فرستادی، داری ساختمون آبیاری میکنی، از اون ور داری با استوکر رو با مانیتور آب میبندی ساختمون، این ورم بچه ها رو فرستادی توی ساختمون که چی بشه؟ بچه ها رو تو بکشتن دیدی. فکر کردی منم مثل بقیه اطلاعات ندارم؟ کدوم مخزن گازوئیل ترکیده آقای پیمان نیکبخت؟ کدوم مخزن گازوئیل میترکه؟ اکی تا حالا مخزن گازوئیل میترکه؟ گازوئیل نه فواره، نه به قول معروف زود تبخیر میشه، نه گازهای آنچنانی داره. گازوئیل انقدر سنگین و نقطه اشتعالش بالاست که نقطه انفجاری نداره. گازوئیل کجا کی تا بال گازوئیل نقطه انفجار پیدا که اگه گازوئیل نقطه انفجار داشته پس اون آهنا قبلش باید آب میشدن. چرا دروغ میگید به مردم؟ اینقدر آب بسید به بیکفایتی شماها، بیشعوری پیمان نیکبخت، داوری و اون مدیر عامل احمق که سر در نمیاره، یعنی بچه‌ها رو همه رو به کشتن دادی. پیمان نیکبخت بگو به مردم جلال ملکی که با من توی ایستگاه 21 بودی، کاردان بودی، دو تا خط داشتی، دروغ نگو به مردم.
به مردم بگو که پیمان نیکبخت اگر بچه‌ها نمی‌رفتن بالا همه رو توبیخ می‌کرد. بگو این آقای صفی‌زاده بنده خدا که با بیسیم داره میگه آقا نفرستید بچه‌ها رو، داره می‌خوابه ساختمون، تو داری از پایین بچه‌ها رو می‌فرستی بالا. دیدید که چند تا آتششان از دیوار و از دیوارا دارن میان پایین؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم عزیز من، این ساختمون 20 قبلش تمام اون طبقات، تمام راپلا خراب شده بود، اومده بود رو هم دیگه. درسته؟ آتششان بیسیم زن، من خیلی صداهای دیگر دارم. آتششان بیسیم زن که آقا نیرو نفسی ما گیر کردیم بالا، نمیتونیم دیگه، به ما کمک کنیم. ولی به خاطر بهتر رهبری بیشور که اجازه پرواز نمیدن، تمام اون جوانای بدبخت زیر آوار موندن، تمام از دیوار داشتن میمدن بیرون. شفیعی، رضا شفیعی 2 ماه دیگه عروسیش بود. آقای رضا شفیعی 2 ماه دیگه عروسیش بود. نامرده چی کارش کردید؟ این هم عکس کسانی که تو این حریق همشون گیر کردن و مردن. خون تک تک بچه هایی که توی این حریق گیر کردن همش پای رضا، همش پای این پیمان نیکبخت. ندارم برنامه زنده اجرا میکنم، ندارم روی سن براتون برنامه اجرا میکنم. اینو دست به دست بدید بره برای همه. نه به خاطر سیاسیون دارم میدم، نه به خاطر کسی، دارم به خاطر عشقم به آتش نشانی، کسی که خدمت کرده تو سازمان آتش نشانی، دارم این فیلمو میدم بیرون. مردم رو گول نزنید. این شماها فکر کردید که مردم از کجا دارن، فکر مردم از پشت کو دارن میان، فکر همه اطلاعاتشون در حد صفره. مردی که بیشون بچه ها رو برشی فرستادی توی آتیش و گفتی اگر نری توبیخی میکنی، آخه به چه دلیل؟ اون مدیرعامل بیشور با قالیباف بیشور دارن با همدیگه این گوسفند، مگه دارید این بز میبرید به چر میداخه؟ برگشه میگه نیروهاتو نمیدونی کجا؟ اونم میگه بله بله. آخه بله یعنی چیهی؟ مردی که جواب این بچه ها رو کی میخواد بده؟ بفهمید آقا جواب این بچه ها رو همه رو شما باید بدید. الان عکس تک تکشون رو براتون میارم، الان عکس تک تکشون رو براتون میارم، شما نگاه کنید ببینید این جوان ها رو کی به کشتن داده. پیمان نیکبخت، داوری، مدیر عامل سازمان آتش نشانی که چوپونه، و قالیباف، اینها کسایی هستند که این جوان ها رو به کشتن دادن. جوون به این نازی رضا شفیعی 2 ماه دیگهش عروسیش بوده. ببین برج دو عروسیمه. آخه بی شرف بی غیرت بچه ها رو میفرستی تو ساختمونی که میدونی داره خراب میشه، میبینی شکم داره، میبینی شیشه ها داره به بیرون میترکه، بچه ها رو میفرستی تو. حیف اون پولی که به تو دادن، رفتی انگلیس دوره دیدی، میرفتی گاو میچرندی، گوسفند میچرندی، بهتر این بود که بری انگلیس دوره ببینی، بری دوره بکراف، فلش آور، پیشگیری، ساختمون بلند ببینی، بعد برگردی مملکتت این همه جوانو به کشتن بدی. جلال ملکی دروغ به مردم نده. نوکرتم تو، خودت منو میشتو، هر کی منو نشناسه، جلال ملکی تو منو بیشتر میشناسی، میدونی من برای چی این سازمان کثافت اومدم بیرون. دروغ تحویل مردم نده. جلال این جوونا رو بگو چرا کشته شدن. تمام خانواده شهدا برید حقتون رو بگیرید. این نامرده کسایی که بون بچه ها رو قطع کردن، همین بچه ها رو که رفتن با سینه سپر کردن، رفتن آتش خاموش کردن، بون همین بچه ها رو قطع کردن. بچه ها رفتن اعتراض کردن که آقا ما مشاغل سختیم، جز مشاغل سخت حساب میکنیم. تک تک اون بچه ها که رفته بودن جلوی وزارت کار، اسمشون رو نوشتن، تحویل حراست دادن، همشون رو 6 ماه کار معلق کردن، حقوقشون رو قطع کردن، فرستادن اداره مرکزی بیل بزنن باغچه ها رو. این بچه هایی که موندن زیر آوار، پیمان نیکبخت، داوری، مدیر عامل بیشور گوسفند چلون، اینا همونایی بودن که شماها فرستادید بیل بزنن. این بچه‌هایی که امروز این آتیش رو میرن خاموش میکنن، میزنن به دل آتیش، پیمان نیکبخت، داوری، قالیباف، مدیر عامل، سیدعلی، خامنه‌ای، بدون این بچه‌ها به اون حریقی میزنن که مملکت من آتیش زده. این بچه هایی که امروز میرن تو دل این آتیش، یه روز میرن تو دل شما. ما شما رو یه روز خاموش میکنیم. و بدونید تقاص این پلاسکو رو باید بدید، باید جوابگو باشید. پیمان نیکبختی که میری بون بچه ها رو قطع میکنی، داوری که میری بچه ها رو میدی حراست، تمام اون بچه هایی که رفته بودن اعتراض کرده بودن، چند ماه، 6 ماه، 7 ماه کار معلقشون کردی، حقوقشون رو قطع کردی، دادی بیل زدن، بعد همین ها رفتن بالا. حکومتگران ابله جمهوری اسلامی، بشنوید
اینها جوانان ایرانی هستند و این حرف ملت ایرانه. ما دیگه صحبت دیگری نداریم. اون چه که بود، این جوان سنگ تمام گذاشت به عنوان یک آتش نشان، که یک آتش نشان زاده هم هست، عشقشو به کارش، عشقشو به ایرانش و پیامش رو به شما ابلهانی که خودتون رو به عنوان رهبران جمهوری اسلامی و رهبر رو نمیدونم این حرفا میدونید، درست گوش کرتون رو باز کنید که این سمفونی بزرگ براندازی حکومت جمهوری اسلامی صداش داره بلند و بلندتر و بلند و بلندتر خواهد شد و نهایتاً براندازی حکومت جمهوری اسلامی توسط این جوانان وطن انجام خواهد شد و وطنشون رو پس خواهند گرفت.